امروز وسط اردیبهشت 1400 با یه بودجه 300 تا 600 700 میلیون تومانی توی جیبمون میریم به سال 2002 یا همون سال 1381 و یکی از محصولات محبوب بازار مخصوصا الان بعد از گذشت 20 سال حدود و نیسان ماکسیما نسخه اتوماتیک مدل 1389 با من سالار همراه باشید. ماشینی که از سال 1381 تا سال 1391 توسط گروه پارس خودرو توی ایران تولید شد و از برند معتبر ژاپنی نیسان کل این داستان به آریت گرفته شد. ماشینی که قیمتش الان یکم عجیب غریبه ولی بازم قابل رقابت با ماشین‌های 0 کیلومتر ایرانی و چینی و خیلی از ماشین‌های کره‌ای دیگه. تقریبا هیچ آپشنی توی این ماشین دیده نمیشه متاسفانه و پارس خودرو برداشت هرچی روش بود، یه دونه صندلی برقی تفلی براش موند. ولی چیزی که باز جای امیدواریه یه موتور 6 سیلندر خورجینی 3000 سی سی با 227 اسب بخار و 288 نیوتن‌متر گشت‌آور و دو تا گیرباکس، آپشن گیرباکسی داشت اون موقع، یکی گیرباکس اتوماتیک 4 سرعته و یکی هم گیرباکس دستی 5 سرعته که اون گیرباکس دستی هم بهش میرسیم. حالا یه طراحیه شاید بگم مال دهه 90 و اوایل 2000 میلادی به سبک آمریکایی، اصلا ربطی به ژاپن نداره و کشیده، کاپوت کشیده، صندوق کشیده، ستونه باریک، شیشه بزرگتر و بدنه به نسبت کمتر در مقایسه با ماشین‌های امروزی و حتی ژاپنی‌ها و یه طراحی کاملا ساده، شاید بگم جعبه‌ای، رینگ‌های 16 اینچی، فاق لاستیک مناسب 55% از 215 پهنای لاستیک و صندوق عقبی که به نظر من باحاله، اون بالایی که روش هست و یه حسال اسپورت و مسابقه ای میده، با اینکه طراحی حدود 20 سال پیشه و نباید انتظار مقایسش با خودروهای امروزی رو داشت، هرچند که بازم در مقابل رقیبش همون تویوتا کمری گرند خیلی بهتر مونده. کمری گرند دیگه یکم پیر مردی شده و حسال رانندگی با این ماشین هم از اون جذابتره، با اینکه کمری گرند هم یه سری مزایا نسبت به این داره که بعدا به اونم میرسیم. این باله عقب خیلی شکل به نظرم جذابی داره و این زیرش هم خالیه، چراغ روش، سلیتری جیوی که خیلی حس خوبی اینه، موتور 6 سیلندر رو ماشین و ماکسیما و چراغای بزرگ، کلا همون طراحی دهه 90 میلادی و یه صندوقی که واقعا بزرگه و جادار بدون هیچ آپشنی برای همون 20 سال پیشه و این زیرم یه زاپاس دقیقا مثل لاستیکای خودش دیگه، خوشبختانه مثل امروزی ها زاپاس برغونی و اینجور چیزا خبری نیست و داخلم کاملا مناسب برای مسافرت. ردیف عقب صندلی نرم تقریبا مخملی و رو دریا نرم پارچه، خبری از پلاستیک خوش نیست. این پایین یکم خوشگالا بیکیفیت نیست و تریم چوب اینجا و ارتفاع سر خوب. صندلی برای خودم با قد 184 تنظیم کردم، پایین زیر میره قشنگ راحت. این فقط یه خورده شاید برای کسی که از من قدش بلندتر باشه این عقب سرش بگیره و صندلی راحت نرم هستن خوشبختانه. این وسط خبری از جالیوانی نیست، جا سیگاری، یه جای سوکت و یه جالیوانی هم اینجا که بطری رو میدین و بطری هم اینجا که یه چفت و بند نداره، بیخیال چفت و بند 20 سال پیش بشین، ولی خوبه اینجا جا میگیره، اینجوری میشه محکم نگهش داشت. به هر حال این عقب مناسبه، شاید برای مسافرت زیاد اذیت نکنه. این وسط هم که باز خوبه، سرو نمیگیره و کیفیت ساخت اینا هم باحال خوبه، یعنی کلا چیز بد و توزوغی نیست. خوشبختانه پارس خودرو رحم کرد و صندلی برقی توی هر دوتا صندلی جلو رو حفظ کرد. رو دریا نرم پارچه و اینجا می پلاستیک خشک ولی نه بی کیفیت.
اینجا جالبه که این زدگی رو داره اینجا. اینو راننده رو خواستن تو جاده شمال خفت کنن و فرار کرده، قمه ای که انداختن سمتش خورده اینجا. عجب امنیتی داریم. و صندلی ها کنم اینجا. آره گودی کمر دستی بال خوبه و ترمز دستی یوغور بزرگ که خوبه برای دست کشیدن، جون میده. و اینجا این زیر کنسول وسط که هیچ سوکت اینو نیست، ولی جنس چرم خوبی داره و جالبه این قضیه. این وسط هم که دوباره کاپ هولدر، اصلا هیچی. این بالایی که دیگه تعطیل اصلا کاپ هولدر نیست. گیربکس 4 سرعته اتوماتیک این ماشین که حالت 1 و 2 هم داره و تیپترونیک نیست، به نوعی میشه گفت. چقدر کیفیت اینا خوب مونده، یعنی این وسط کنسول وسط با اینکه کلن طراحی ساده هست ولی کیفیتش خوب مونده. بعد حدود 11-12 سال این کیفیت مناسبه به نظر من. اینجا یه دونه استوریج هست که آدم میشه گوشی اینا توش بندازه و مانیتوری که خود مالک گذاشته، یعنی افتر مارکت هست. این ماشین اون موقع هیچ خبری از مانیتور توش نبود. یه ایر کاندیشن ساده و اینجا یه دونه خروجی فندک و یه دونه محفظه کوچولو هم اینجا. آرام باز شده داره داشبوردش، جالب. و صفحه کیلومتری که خانه است ولی کاملا قدیمی دیگه، بی خیال اصلا کیفیت و اینجور بازی ها بشین. و فرمونی که سری دکمه روشه، دکمه کروز کنترلر و دکمه کنترل سیستم صوتی. فرمونم به این شکل کنترل میشه فقط توی دو جهت و خیلی حس بالی میده. ستونای باریکی که هستن اصلا آدم اذیت نمیکنن و جاینکی هم از سال 88 حذف شده، راننده خودش نصب کرده. خیلی مالک با سلیقه توی این ماشین هست. این ماشین اصلا صفر شویی تا حالا نشده و خیلی تر و تمیز نگه داشته شده. امیدوارم که از اینجور آدم های وسواس همیشه بیشتر بشه. و بریم سراغ رانندگی. رقیبایی که این ماشین تو بازار داره با 300 تا 600 700 میلیون تومان خیلی زیاده و اصلا از حرف از رقیباش نمیزنم، خودتون دیگه ماشاءالله همه استادین. من فقط در مورد ماشین صحبت میکنم. سیستم تعلیق این ماشین معمولا توی قسمت عقبه که خیلی ناراضی داره، اونم به خاطر اینکه اکسل پیوسته و یه تیکه هست و معمولا زیاد ضربه به اتاق انتقال داده میشه. اما این مالک اومده یه دونه میل تعادل، بگم مستطیلی که فقط یه زل نداره، به عقب اضافه کرده و توی تعادلش به گفته ایشون خیلی تأثیر داشته. حالا ما میریم تست میکنیم. ستونای باریکی که دید خوبی داره و یه حس و حال ساده، یه رانندگی اصلا سختی نیست. دید کاملا هم به عقب هم به دو طرف و هم به جلو مهیا هست و سر و صدای اذیت کننده ای نیست. کابین با کیفیت، متریالی که توی داشبورد و رودری هست بعد حدود 11 سال همچنان کیفیت خودش رو حفظ کرده، برعکس ماشینای چینی و اکثر کره‌ای ها. و این خودش یه پوان مثبتی هست به نظرم. صفحه کیلومتری هم اینسترومنت کلاستر کیفیت مناسب ولی قدیمی. یه ها مثلا یاد پیکانای سال 76-77 اینا آدم میفته، شاید قدیمی تر. و یه فرمونی که کیفیت مناسبی داره، یعنی خیلی خوب کیفیتش رو حفظ کرده. دکمه‌ای که حس حال بالی داره و لوگوی نیسان این وسط که پسر عموی قدر تویوتا محسوب میشه. وسط داشبورد به نظر من ساده هست و هیچ چیز خاصی نداره به جز دکمه قسمت ایر کاندیشن، هیچ چیز دیگه ای نداره که بخوایم دسترسی بهش داشته باشیم. مانیتورش هم به نظرم چون سطحش پایینه زیاد نمیشه روش حساب کرد و زیر آرنجی که این وسط و این کنار هست راحته. گیربکس 4 سرعته این ماشین با این موتور خیلی خوب کوبل شده و موتور اصلا صدایی نداره، یعنی تو دور موتور پایین خیلی جالبه، اصلا صدا نمیشنوین شما، خیلی آروم داره کار میکنه. مصرف سوختی که برای این ماشین گفته شده به صورت ترکیبی حدود 11 لیتره که تو واقعیت یکم بیشتره، مخصوصا چون 6 سیلندر هست و آدم دلش میخواد هی گاز بده و شتاب بگیره، شاید تا حدود 13-14 و بعضا 15 لیتر هم بره که یه چیز عادیه دیگه. پژو 405 ایرانی
یکم بهش گاز بدی 114-15 میسوزونه، چه برسه این 6 سیلندر پرقدرت. گیربکس این ماشین طراحی 20 سال پیشه و جالب اینجاست که یه گیربکس با یه عمر طولانی و حدود 200,000 کار کردی که این ماشین داره، عکس العملش جالبه. نگاه کنی الان فکر کنم تو دنده 3 هست با سرعت 60 و من پامو رو گاز فشار میدم فوری، یعنی تو لحظه معکوس میکشه، اصلا نمیذاره شما پاتونم تا آخر رسیده باشه. خیلی برای من این جالبه که حداقل گیربکس شاید بگم 90% ماشین همرده این ماشین و ماشین حتی بالاتر از اینم با این قیمت ها همچین عکس العملی ندارن. یه سری از چهار دنده بودنش ایراد میگیرم، ولی به نظر من برای این ماشین یکم حساله بهتری داره. چرا؟ دنده 1 رو 60 تا میره، دنده 2 رو 120 تا میره، دنده 3 رو 190 تا میره، جالبه 190 تا با دنده 3، و دنده 4 هم که پر میکنه تا 260 تا. ولی من این 4 دنده رو زیادم عیب نمیدونم، فقط مصرف بنزین رو یکم میبره بالا، این که 4 دنده است چون گاز زیاد میخوره مصرف بنزین بیشتر از حالتی میشه که 5 دنده 6 دنده باشه. الان من دوباره گاز رو فشار میدم رو 60 هستیم، ببینید واقعا ایول داره این گیربکس. بس صدای دلنشین، سرباله ارتش هستیم به سمت لواسون. با این قیمت فقط شاید ماشینی مثل کمری گیرند باشه، یا البته تو ماشین بنز و بی ام و هم همچین قیمت هایی میشه ماشین مدل پایینشون رو گرفت. این سدان سدان متوسط هست، یعنی سایز متوسط، هم کلاس با بی ام و سری 5 و مرسدس ای کلاس، حالا قدیمی هاشون. یه چیز بد دیگه ای که من توی ماشین دیدم، دکمه خالی این بغله که متاسفانه پارس خودرو اینا رو ورداشته، مثل تنظیم پرده عقب و فولد کردن آینه ها و تنظیم نور چراغ ها، و خیلی کار چیپی بوده اون موقع انجام داده متاسفانه. و اینقدر حس بالیه وقتی اینجوری فرمون کیفیتش حفظ شده و شما دارین رانندگی میکنین که نگه. صدای باد تو سرعت های مثلا 100 تا به بعد یکم از لای درزا خیلی جزئی میاد، تو شبیه شاید بگم یکم شبیه ماشین های چینی مثلا تیگو 7 اینا هست که زیاد هم مهم نیست، ماشین 20 سال پیش، طراحی بیشتر از 20 سال پیش حتی، و اینا رو میشه آدم باش کنار بیاد به شرط اینکه موتور و گیربکس خوب باشه. حالا به نظر من موتور و گیربکس شاید بگم 40-50% ماهیت یه ماشینه، و وقتی یه ماشین موتور و گیربکس خوب و پاسخگویی نداشته باشه، هر چقدر امکانات داشته باشه با بیلم توش آپشن ریخته باشن، بازم چنگی به دل نمیزنه و من اصلا فکر نمی کنم ارزش خرید خوبی حداقل برای افرادی مثل من داشته باشه. یه باگ آپشنی جالب داره این ماشین، وقتی درا رو قفل میکنم از سمت راننده همه درا قفل میشن ولی در سمت راننده قفل نمیشه، ولی وقتی قفل کرده باشم بازشون کنم همه با هم باز میشن. دیدم چیزای عجیب غریبی که حالا اون موقع بوده. حالا تو سربالای لواسون هستم و شتاب میگیرم ببینم که ماشین چه جوری راه میره. اصلا نه بهتون نمیگه اصلا. و تازه این گیربکس اتوماتیکشه. گیربکس اتوماتیک رو گفتن که 0 تا 100ش حدود 8.5 ثانیه است. گیربکس دستی 5 سرعتش 7.5 ثانیه اعلام شده، که حالا ما اینو میریم تست میکنیم ببینیم که 8.5 هست یا چقدر. دنده رو میذارم رو حالت دی، پای چپم روی ترمز، پای راستم گاز میدم و همین. اینم از 0 تا 100. رانندگی کم سر و صدا اذیت نمیکنه، موتور کاملا پاسخگوی گاز دادن شما هست، حداقل تو اون رنج قیمت. من هر چی که میگم در مورد این ماشین به نسبت رنج قیمت و بازار ایران و رقیبایی که قابل خرید هستن میگم، نرین سراغ استثناءات لطفاً. و این ماشین هم صدای خوبی داره، یه تنین آروم، یه قرش خیلی باحال،
یه ضعف دیگه که من توی این ماشین دیدم که البته شاید بگم عادی هم هست، اینکه سیستم ترمزش خیلی خوب نیست، در حد ماشینه مثلا 2010 اینا شاید بگم نیست، و ABSش یه چیزی شبیه مثلا سمندینا اینجوری میکنه، نامید نمیکنه آدمو، خیلی هم خوب نمیگیره ترمزش. و اینم البته در نظر داشته باشیم که پارس خودرو رفت ESP اینو ماشینو برداشت، فقط چهارچرخ دیسکیه و چیز دیگه ای نیست، یعنی ترمزای ساده ABS دار بدون ESP، که کاش ESP می بود خیلی اون موقع فرق می داشت هم توی تعادل هم توی ترمزگیری. این میله تعادلی که گذاشتم حدود فکر کنم 4-5 تومن هزینه داشته، ولی واقعا خوب جواب داده و اصلا اون گیجی عقبی که توی ماکسیموم معمولی همه ناراضی هستن ازشو نداره، حداقل خیلی کمتر شده، نگم که اصلا نداره، دوباره مثال نقض بیاد اینجا بریم تصادف کنیم. اما بریم سراغ دستیش، و اما دنده دستیش، ماکسیموم دنده دستی که کلن گیرباکس دستی همه تو میدونین عشق منه و لذت رانندگی با گیرباکس دستی یه چیز دیگه است. حتی من قبول میکنم که توی ترافیک هم با دنده دستی باشم، ولی اون نیم کلاچ کردن و اینکه دنده و کنترل دست خودته یه چیز دیگه است. و خوبیه ماکسیموم همینه که هم گیرباکس دستی داره هم گیرباکس اتومات داره، و برای اونایی که لذت رانندگی و نیم کلاچ دوست دارن دنده ایش، برای اونایی که هم لذت و هم خسته نشدن توی ترافیکو میخوان، نسخه اتوماتیکش، نسخه دنده دستیش 5 دنده به جلو هست، یعنی 5 سرعته هست، ولی لذتش واقعا بی نظیره، من اصلا قابل مقایسه نیست با اتومات، هرچند اتوماتش هم واقعا ریسپاند خوبی داره گیرباکسش و اصلا شما رو ناراضی نمی کنه، ولی لذت دستی دیگه همیشه معلوم بوده برای همه. این ماشین مدل 83 هست و واقعا نفس خوبی داره، یعنی گیرباکسش سرحال و سلامت، موتوری خیلی تو وضعیت خوبی قرار داره، و موقعی که شما به ماشین گاز میدین اصلا نه بهتون نمیگه، دور موتور 6500 و اون لذتی که داره. فقط یه نکته ای که هست، این ماشین میله تعادل نداره مثل اون اتوماتیک سفیده، و میگن که عقبش در میره، ولی خوبیش هم اینه که این ماشین چون گیرباکس دستیه گشتاور کنترلش بیشتر دست خودتونه، و اصلا من دوست دارم عقبش در بره. چرا میگیم بده؟ برای کسی بده که حداقل نتونه ماشین رو کنترل کنه، ولی این ماشین عقبش هم که میخواد در بره زیاد هم چیز خاصی نیست، تازه تو سرعت مثلا 130-140 تا 150 تا عقبش در میره. مال اینجا ببینید کامل در نمیره، کامل من رفتم تو شکم پیچ، و مگه اینکه ناشی باشین، اینقدرام ناپایدار نیست این قضیه. خیالتون از این بابت راحت باشه. اون میله تعادل هم که گفتم حدود 4-5 تومن بندازین روی ماشین، اونایی که میخوان این ماشین رو داشته باشن دیگه حرفو تموم میکنه. 0 تا 100 برای ماشین گفتن 7.5 ثانیه است، یعنی حدودا 1 ثانیه بهتر از نسخه اتوماتیکش. بریم ببینیم 0 تا 100 اینم چی میشه. خب دنده دستی هست و هیچ اضافاتی نداره، مستقیم میتونیم بریم 0 تا 100 رو بگیریم. این ماشین همین سرمه یه دنده ای 350,000 تا کار کرده، و کار کردش هم به نسبت بالاست، حالا اگه واقعی هم باشه خدا میدونه کم هم نشده باشه. اون سفیده هم اتوماتیکه حدود 200 تا کار کرده بود، کار کرده های اینقدر بالا و اینقدر ماندگاری برای این ماشین ها واقعا چیز خوبیه، و توی ماشین های کره‌ای و چینی اصلا شما این چیزها رو نمیبینین، بیخیال باید کار کرده بالا و ماندگاری و دوامش بشین. اصلا پیش یواش برو جانم، من دیدم به خودم. نه تو کمربند تو بزن هیچی نمیشه. من الان تو سرازیری لواسون هستم و با این دستیه ببینید که تعادل این ماشین چقدر بد یا خوبه.
عقبی در نرفت، جیر جیر لاستیکا در میاد ولی عقب در نمیره. نمیدونم چه جوری این عقب ماشینا رو شما کاری میکنین که در بره. و سرعت هم کم نیست. حالا این بغل دستین که اینجا نشسته نزدیک کمربند از جا بکنه. از امروز صبح در خدمتشون بودیم، امیدوارم که شما لذت برده باشین. یا خدا، خیلی ممنون، متشکر، بدرود. یواشتر برو، یواشتر برو جان مادرت، یواشتر برو. قسمت دادم خدایی دیگه، دیوانه است یه طوری میشه جان همین نیاخت. یواش برو، قسمت دادم دیگه، یه معکوسش بده که فروشو بگیره. اگر با بودجه حدود 500-600 میلیون تومان دنبال ماشین بدون دردسر و گارانتی دار میرین، همون ایرانی‌ها یا بعضی از چینی‌ها گزینه مناسب تری. اگر نه دنبال یکم برند اصیل ولی اقتصادی تر میرین، کیا سراتو، هیوندای الانترا، شاید تویوتا کرولا، اینا گزینه‌های مناسبی هستن. اما اگر مثل من دنبال موتور و گیرباکس خوب و لذت رانندگی و برند واقعی میرین، یکی از گزینه‌ها میتونه نیسان ماکسیما باشه. حالا چه دنده ای چه اتومات. گزینه دیگه ای مثل هیوندای آزرا، کیا اپتیما، بی ام دبلیو یا همون بی ام و 525، 530 اینا هم هستن و کمری گرند هم البته، اونم 6 سیلندره. این ماشین هم یکی از گزینه انتخابتون میشه. و البته اگر باز مثل من عاشق هیجان خوب و لذت بردن از معکوس و دنده هستین، نسخه دنده ایشو توصیه میکنم. اگر هم دنبال رانندگی و هم دنبال لذت خوب از موتور هستین، نسخه اتوماتیکش. امیدوارم که از این بررسی هیجانی هم خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون رو بگین و بگین که آیا انتخاب شما این ماشینا خواهد بود یا کره یا آلمانیا یا چی. بدرود.